Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. یاران مهرامیسترین درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه چهارم ماه اکتبر سال 2014 میلادی برابر با 12 مهر ماه 1393 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و از سرفراز خرسند که در بامداد این نخستین روز تعطیل آخر هفته از این ساعت تا ساعت 10 در 670 AM KIRN رادیو ایران همراه با سیامک ثابت ایمانی و فرشاد بلندیان کارگردانان فنی برنامه با شما خواهیم بود. این برنامه برای علاقمندان خودش امشب از ساعت 12 نیم شب تا 2 بامداد تکرار خواهد شد و پس از آن میتونید برنامه رو روی سامانه شخصی من که آرشیو میشه هر وقت دوست داشتید گوش بدید. این برنامه از پیش ثبت شده و بنابراین فرصت این که با تلفن با دوستان در طی برنامه یا پس از آن صحبت بکنم این بار نیست و انشالله هفته های بعد. خب بریم سراغ آنچه که هفته گذشته روی داد و خبرهایی که تو ذهنمون موند بدون اینکه اهمیتشون رو به ترتیبی که دارم عنوان میکنم بخوام در نظر داشته باشم. رویدادهایی در هفته که گذشت نظر ما رو جلب کرد و میدونم که برای شما هم همچنین. اولا این اجتماع و یا تظاهرات بزرگی که در هنگ کنگ آغاز شد و هنوز هم ادامه داره و نوعی حرکت برای دموکراسی است و کسانی که اونجا جمع شدن بدون این که خبرگزاری اعلام میکنن، بدون این که اصلا ریاست و یا گروه سرپرستی یا شخص خاصی رو دنبال کرده باشند، تجمع مردمی است که به دنبال دموکراسی که فکر میکنن داره از دستشون گرفته میشه، چون هنگ کنگ در طول زمانی که تحت حمایت بریتانیا بود از یک دموکراسی بسیار زیبایی بهره می برد و پس از اون که به دست چین سپرده شده، خب به دلیل خیلی مشخصی نگرانی برای ساکنانش به وجود آورده که ممکنه دیگه اون دموکراسی که ازش لذت می بردند و طی 100 سال داشتند جای خودش رو به یک دیکتاتورشیپ بده و در نتیجه توی خیابون‌ها ریختند و تظاهرات صلح‌آمیزی دارند و خواهان این هستند که رئیس این کشور که در واقع عنوانش مدیر اجرایی است، مثل اینکه مثلا هنگ کنگ کمپانی باشه، ایشون سی او این کمپانی که فعلا کشور چین شده و ایشون مدیر اجرایی هستند، میخوان که این عوض بشه و بعد هم در قوانین انتخاباتی سال 2017 تغییراتی داده بشه که آقای مدیر اجرایی اعلام کرده که به هیچ عنوان از مقام خودش استعفا نمیده، پایین نمیاد، ولی آماده شده که یک گروهی رو از سرکردگان حکومتی برای صحبت کردن و اینکه ببینن که خواسته های مردم و تظاهر کنندگان چی هست به سراغ اونها بفرسته و انتظار نمیره که به زودی مسئله حل بشه، چون خواسته ها خواسته است که کشور چین با اون موافقت نخواهد کرد به آسانی، ولی ممکنه که یک قدم های کوچکی رو برداره در جهت نزدیک شدن با خواسته های مردم، ولی نه 100%. حالا باید بنشینیم و تماشا کنیم ببینیم چه خبر میشه. مسئله دیگه، خبر دیگه، استعفای خانم رئیس اداره امنیت کاخ سفید بود که بالاخره پس از اینکه او رو زیر سوال بردن به دلیل مشکلات و مسائلی که در زمینه امنیت کاخ سفید و امنیت خانواده اول آمریکا آقای اوباما، همسرش و فرزندانش به وجود آمده بود، چند مورد بود که این موردها یک به یک هر کدومشون میتونستن باعث استعفای این خانم بشن، ولی دیگه آخرینش مرد جوانی بود که وارد کاخ سفید شد، حتی تا نزدیکی های اتاق شرقی هم رفت و در راهروهای کاخ سفید هم یه مقداری دوندگی کرد و تا او رو گرفتند. این به کلی دیگه آخرین قطعه بود که توی لیوان صبر
کاخ سفید ریخته شد و بعد خانم رو زیر سوال بردن و ایشون به ناچار استعفا کردن. البته گفته میشه که تقصیر ایشون آنچنان نبوده، ایشون میراث‌دار یک سازمان و نهادی بودن که اصولا خیلی دچار مسئله بوده. اگر یادتون بیاد در چند سال گذشته نگهبانان کاخ سفید و مسئولین امنیتی کاخ سفید برای آقای اوباما و سایر رؤسای جمهور مسئله به وجود آورده بودند و همیشه از اینی که در این نهاد و در این سازمان کارها درست انجام نمیشه گله و شکایت زیاد بوده. حالا امیدواری این هستش که شاید یه تغییر اساسی در سازماندهی این مهمترین در واقع بخش کاخ سفید داده بشه. خبر دیگر این بود که حکم اعدام ریحانه جباری که قرار بود هفته گذشته اجرا بشه به دلیل اینی که بسیاری از نهادهای حقوق بشری، بسیاری از کشورهای خارجی، وزارت امور خارجه آمریکا در مورد این حکم اعدام ابراز نگرانی کردند و کوشندگان و کنشگران حقوق بشر برای جلوگیری از اعدام ریحانه جباری، زنی که به تام قتل یک مرد به اعدام محکوم شده، این مردی که میگویند قصد تجاوز جنسی به او رو داشته، باز هم این کوشش ها به نتیجه رسید و این فعلا حکم اعدام عقب افتاده. علت این که این قضیه اینقدر حساس هست این هست که مردی که کشته شده و قصد تجاوز داشته از کارمندان یا سرکردگان اداره اطلاعات دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بوده و بالاخره شخص معمولی نبوده و این یکم حالت سیاسی هم پیدا کرده و به همین دلیل قضیه خانم ریحانه جباری یه ذره حالت بین المللی و سیاسی هم پیدا کرده. در هر حال نتیجه فعلا این است که این حکم به درخواست عفو بین الملل و کنشگران دیگران و سرسده که را افتاده در سراسر جهان فعلا به عقب افتاده تا ببینیم اون رو چه می کنن و چگونه این مشکل اساسی که الان برای آقای روحانی و دولت او به وجود اومده حل میشه. در ادامه خبرها آنچه که باز هم جلب توجه میکرد این بود که در کالیفرنیا، ایالتی که ما ساکن اون هستیم، برای نخستین بار و نخستین ایالتی است که در امریکا استفاده از کیسه های پلاستیکی خرید رو ممنوع اعلام کرد. آقای جری براون فرماندار کالیفرنیا روز سه‌شنبه این هفته فرمان من استفاده از کیسه های پلاستیکی رو امضا کرد و به این ترتیب کالیفرنیا نخستین ایالتی شد که مصرف کیسه های پلاستیکی در خاربار فروشی ها و سوپرمارکت ها و دیگر مغازه ها رو ممنوع میکنه. یکی از موردها و یکی از مشکلات محیط زیستی رو این کیسه های پلاستیکی به وجود میارند و در واقع قبلا حکمی رو گذاشته بودن که اگر میخواید از این کیسه ها استفاده کنید پولی بپردازید، بعد دیدن که پرداختن این پول های چند سنتی خیلی نتیجه بخش نبوده، الان اصلا به کلی ممنوعش کردند و دلیلش هم این میدونن که محیط زیست رو در سواحل، پارک ها و حتی در اقیانوس ها به قدری کثیف کرده که سیل از کیسه های پلاستیکی در همه سراسر این نقاط مانع از زندگی عادی مردم شده و بسیاری از حیوانات رو هم و آبزیست ها رو هم دچار مشکل کرده و برایشون احتمال مرگ اونها رو هم به وجود آورده. در نتیجه این ممنوع شده، دیگه باید هر کسی چند تا کیسه پارچه ای رو در ماشین خودش، اتومبیل خودش داشته باشه موقعی که برای خرید میره و اونها رو بتونن مکررن استفاده بکنن. این وظیفه واقعا هر نفر هست برای انجام این کار. سازمان ملل اعلام کرد که 1100 نفر در ماه سپتامبر فقط در عراق کشته شدند و این یکی از مرگبارترین ماهای سال 2014 برای عراق بوده و تعدادشون غیر نظامی، تعداد زیادیشون غیر نظامی و تعدادشون هم نظامی بودند، ولی نشونه این هستش که پیکارجویان گروه سنی دولت اسلامی در بخش‌های وسیع از شمال و غرب عراق مشغول کشت و کشتار هستند و یکی از دلایل افزایش این تعداد کشته شدگان هم وجود همین گروه خلافت اسلامی است.
آخرین بار هم آخرین خبر هم این بود که در شهر کوبانه سوریه 7 مرد و 3 زن رو سرشون رو باز هم زدند و این نوع قتل عامی یا قتل فجیعی که اینها انجام میدن نسبت به شهروندان کشورهای مختلف نگرانی و ترس عجیبی رو هم در سراسر جهان از روش اینها به وجود آورده. یکی از گروه های حقوق بشری و حفاظت از روزنامه‌نگاران به آقای سیامک قادری، یک روزنامه‌نگار ایرانی، جایزه‌ای رو داده، جایزه بین المللی آزادی مطبوعات رو بهشون داده و این جایزه معمولاً از طرف کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران به کسانی داده میشه که در کار خودشون در معرض خطر هستن و سیامک قادری از خبرنگاران سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا بوده که در سال 1389 دستگیر شده و در زندان به 4 سال زندان و 60 ضرب شلاق محکوم شد و در 23 تیر ماه امسال پس از تمام کردن دوران محکومیت خودش از زندان آزاد شد و این جایزه به او تعلق گرفت. خبر دیگه وقت داریم هنوز بگیم؟ بله. خبر دیگه، جمعیت حیات وحش جهان در 4 دهه گذشته نصف شده، یعنی صندوق جهانی حیات وحش اعلام کرد که جمعیت ماهیان، پرندگان، پستانداران، دوزیستان و خزندگان از سال 1970 تا سال 2010 52% کاهش یافته، یعنی تعدادی که حیواناتی که به دلیل تجاوز ما انسان‌ها به سرزمین‌هاشون و به محیط زیستشون دارن به سرعت از بین میرن، بعضی از اونها اصلا داره نسلشون قطع میشه، به طور وحشتناکی افزایش پیدا کرده. و جالبه براتون بدونید که در میان کشورهای جهان کشور کویت و کشور قطر و امارات متحده عربی در صدر فهرست کسانی هستند که به حیات وحش اصلا اهمیتی نمیدند و باعث کشتار جمعی اونها میشن. خیلی خوب، بریم و برگردیم. خیلی دیگه خبر هست ولی بقیهش رو شما خودتون باید بدید، زحمت بکشید بخونید. بریم و برگردیم، ادامه برنامه رو خدمت شما تقدیم کنیم. آیا شهروند قانونمندی هستید که بر اثر سهل‌انگاری و سرعت بالا جریمه شده اید؟ آیا دوربین کنترل ترافیک از شما در حین عبور از چراغ قرمز عکس گرفته و حال نگران آن هستید که برای شما جریمه ارسال شود؟ آیا تا به حال به دلیل سرعت بالا، رانندگی در حال مستی، عبور از چراغ قرمز، رانندگی بدون گواهینامه جریمه شده اید یا گواهینامه‌تان توقیف یا باطل شده است؟ دیگر نگران پرداخت جریمه، پوینت منفی بیمه و یا شرکت در کلاس‌های رانندگی نباشید. در وقت و پول خود صرفه‌جویی کنید. همین امروز جهت مشاوره رایگان با تیکت کلینیک با شماره تلفن 1-800-320-2425 تماس بگیرید. اگر برای اولین بار جریمه شده باشید یا حتی اگر به دلیل جریمه‌های متعدد گواهینامه‌تان را باطل کرده باشند، تنها با پرداخت $199 کارت مجرب شرکت حقوقی تیکت کلینیک با حضور در دادگاه از حق شما به خوبی دفاع خواهد کرد. همین امروز با تیکت کلینیک با شماره تلفن 1-800-320-2425 تماس بگیرید. با برجسته ترین جراح پلاستیک صورت در اورنج کاونتی آشنا شوید. دکتر فرامرز شبدیت، فارغ التحصیل دانشگاه های بلند آوازه USC و هاروارد با بیش از 10 سال سابقه در جراحی های پلاستیک صورت. با تماشای عکس های قبل و بعد از عمل های جراحی پلاستیک صورت توسط دکتر شبدیز شگفت زده خواهید شد. در مشاوره رایگان با دکتر فرامرز شبدیز، با مهارت‌های او در جراحی‌های پلاستیک صورت شامل بینی، پلک، پوست و تزریق بوتاکس و فیلر بیشتر آشنا شوید. 714-543-2000، مطب در شهر اورنج مجاور ایرواین. 714-543-2000 و یا 714-543-2000. دکتر فرامرز شبدیز، جراح پلاستیک صورت. برای استفاده از مراقبت‌های پزشکی، نرسینگ، فیزیکال تراپی و خدمات بهداشتی رایگان در منزل، نرسینگ هوم و یا ریهب با LA Care Provider 310-478-8400 تماس بگیرید. عضو 08 و 50-50-100.
استقبال کم نظیر از هولسام چویس لگونا نیگل. در یک فضای 50,000 فوت مربع، همه امکانات رفاهی برای تهیه مرغوب ترین مواد غذایی در دسترس شماست. به مناسبت افتتاحیه هولسام چویس لگونا نیگل، بی‌نظیر ترین برنج را هدیه بگیرید. برنج 1.1 با 75 دلار خرید از هولسام چویس لگونا نیگل، تک برنج جهان، برنج 1.1 همراه با یک عدد نان سنگک به شما هدیه داده می شود. زمان این هدیه محدود است. نشانی هولسام چویس لگونا نیگل 27871 لاپاس رود در شهر لگونا نیگل. شماره تماس 949-360-1620 949-360-1620. کانون پرورش روان افتتاح دفتر جدید خود در برینفود را از اول اکتبر به اطلاع عموم می‌رساند. کانون پرورش روان زیر نظر دکتر فوشان زینی با همکاری روانپزشکان، روانشناسان و مشاورین مجرب در امور مختلف رواندرمانی فردی، زوجی و خانوادگی، در امور افسردگی، اضطراب، اعتیاد، ازدواج و طلاق و پرورش کودکان و نوجوانان به متدهای نوینی چون Awareness Integration, EMDR, Neurofeedback, Hypnotherapy, CBT, Divorce Mediation به زبانهای فارسی، انگلیسی و ارمنی در دفاتر خود در تارزانا، پاسدینا و برنتوود با قبول اکثر بیمه ها، مدیکال برای زیر 21 سال و مدیکر برای سلامت و آرامش روح و روان شما به یاریتان می آید. 818-609-9989 forgrowth.org 818-609-9989 forgrowth.org. You're listening to Radio Iran. It's a revolution! Radio Iran. A-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. بازتاب خبر. خب یاران، در هفته‌ای که گذشت و در هفته‌های گذشته در واقع، یکی از خبرهای مهم بین‌المللی مسئله و مشکلی است که در کشور عراق وجود داره و بسیاری از کسانی که به این نقطه از جهان و به این منطقه از جهان توجه دارند، موضوع‌های مختلفی رو در کنار آنچه که این تشنج‌ها و کشت و کشتارهایی که در عراق به وجود اومده مورد توجهشون قرار گرفته و در این بخش از برنامه من با بانوی صحبت میکنم، بانوی هنرمندی که علاوه بر نامش که شما آشنایید با کارهای هنریش و با صدای زیبایش خانم روژان، یکی از کنشگران حقوق بشر و حقوق زنان هم هستند و در زمینه مسائل زنان کرد، زنان ایرانی و به ویژه زنان کرد بسیار فعالیت میکنن و آگاهی زیاد دارن. و اگر شما توجه کرده باشید، در هفته‌ای که گذشت خبر کوشش‌ها و فعالیت‌های زنان کرد در اون منطقه خیلی خیلی چشمگیر بود و دوست داشتم که با روژان در مورد چگونگی این فعالیت‌ها و اینکه زنان کرد دارن چه می‌کنند در اون منطقه پر از تشنج و جنگ و خشونت گفتگویی داشته باشیم و اطلاعاتی از ایشون بگیریم. خانم روژان، صبح شما بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه ما. صبح شما بخیر خانم سرشار عزیز، سپاسگزارم که من رو در این برنامه پذیرفتید و عرض سلام و ارادت دارم به شنوندگان محترمتون. ما سپاسگزاریم از شما، به خصوص خود من میدونم که این روزها شما سرگرم کارهای هنریتون هم هستید، ولی هرگز در طول تمام این سالهایی که شما با کوشش و فعالیت زیاد در بخش هنری و خواندن و تدوین و برنامه ها و ترانه های مختلف زیبا دست اندر کار بودید، هرگز از یک بخش مهم زندگی خودتون که فعالیت درباره حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان هیچ وقت غافل نبودید. و در این هفته های اخیر مسئله زنان کرد برای شما هم یک مسئله جالبی شده که دلم میخواد این برداشت خودتون و این نگاه خودتون به فعالیت های زنان کرد در این برهه زمان با شنوندگان ما تقسیم کنید خانم روژان.
با کمال میل خانم سرشار عزیز کماکان در جریان خبرهان در اون منطقه هستید. مطمئنن وضعیت در کردستان در بخش سوریه اصلا جالب نیست. با تماسایی که با محافل جنبشای زنان در اون قسمت دارم که در واقع دفتراشون در ترکیه است، آخرین خبرهایی که میاد این است که متاسفانه شهر کوبانی که از نظر سوالجشی وضعیت خاصی برای کردها داره از دست میره و مقاومتشون میشکنه. متاسفانه به دلیل اینکه در اون بخش مثل کردستان عراق در واقع امریکا سپورت هوایی و نظامی نکرده و فقط دست جنگجوهای کرده. و جالب توجه است که خدمتون عرض کنم که یک سوم از نیروی در حال جنگجوی کرد اونجا زنان هستن که در خط مقدم و کنار مردها دارن مبارزه میکنن، با خطرات بسیار جدی مواجه هستن و همطوری که شنیدین در بخشای دیگه در واقع متاسفانه داعش 5000 زن ایزدی رو به اسارت گرفته، مقدار زیادی از اونها رو به عنوان برده فروخته و الان در خیلی از بخشای کردستان مردم خودشون دارن پول جمع میکنن که بتونن برن در این بازارها و یه مقدار از این تعدادی از این برده ها رو بتونن بازخرید کنن. عجب عجب. شما اطلاع موثق دارید در این زمینه که چون بعضی موقع ها خبرهایی که در این ارتباط میخونه انسان یعنی انقدر غیر واقعی به نظر میرسه که فکر میکنه که شاید مثلا خبر با واقعیت جور در نمیاد، ولی آنچنان که خب هر روز یه چیز تازه و یه خبر تازه میشنویم، اینی که چجوری ممکنه که یه گروه ستیزجو الان در این دوره از تاریخ در این زمان با این امکاناتی که از نظر خبررسانی اینها هست مثلا یه ده زن رو و یه ده دختر رو به بازار فروش ببرن مثل برده بفروشن و بعد جهانم ساکت بشینه. در مورد این گروهی که شما در شهر سوریه داشتید میگفتید چطور که متحدان که قرار شده که با این گروه داعش به مبارزه بپردازن اون شهر رو ول کردن رها کردن به حال خودش؟ خانم سرشار عزیز، ویدیوهای زیادی الان هست در مورد زنایی که در واقع از دست داعش فرار کردن. الان 3 تا ویدیو در 60 منت استرالیا و خود بی بی سی منتشر شده که اخیراً خانمی به اسم نادیا که تونسته فرار بکنه از دست این نیروهای داعش، در واقع تمام اینا داکیومنت شده که اینها چه کردن واقعا با زنان اون منطقه. و به هر حال پالیتیک منطقه به نظر دست ابرمردان طبق معمول و چون ترکیه هنوز به خیلی مبارزین با داعش نپیوسته و احتمالا امروز در پارلمان داره این موضوع تایید میشه، ترکیه هیچ کمکی در این مورد نکرده و الان شهر کوبانی دقیقا مرز بین سوریه و ترکیه است که الان در روزهای اخیر حدود 150,000 نفر در واقع پشت مرزها هستن، تعدادی داخل شدن که بتونن از دست داعش در واقع فرار بکنن. خانم روژان، من بفرمایید من سوالم رو بدن میکنم. گابریل کتاوس از بی بی سی سفری داشته به این مناطق کردنشین، این میسه که متأسفانه دولت اسلامی مبارزان زنان رو حرامی و نفرت انگیز میدونن و از اونها فرار میکنن، که در واقع ببینید که این دیدگاه چقدر نگران کننده و ترسناک واقعا. و این بنیادگرایان و دولت های منطقه در اونجا واقعا نمیخوان که تصویری از زنها در جهان به این شکل پخش بشه که الان اینا یک ارتش غیر دولتی تشکیل دادن. خانم سرشار، تعداد زیادی در واقع جنگجوی زن کرد هست اونجا که یه تعدادشون دارن از آواره ها پرستاری و مراقبت میکنن و تعداد زیادی در جبهه جنگ هستن با مردا.
چرا این در طول تاریخ و به خصوص تاریخ معاصر ایران، جهان، نه ایران، در ایران هم همینطور بوده، ولی کلن چون این توجه که میکنی، این خصومت و یا مبارزه سرسختانهی که با کردها میشه برای چیه؟ آیا بیشتر به این علت که شما موقعی که صحبت میکنی، میخونی، اطلاعات میخوای کسب بکنی، صحبت از این هستش که در کشور ایران و عراق و ترکیه به دلیل اینکه کردها میخوان یک کشور مستقل درست کنن و میخوان جدا بشن از بدنه این کشورهایی که نام بردم، معمولا طرف مهر و لطف اونها قرار نمیگیرن، چون خب به عنوان کسانی که میخوان جدایی طلب هستن و میخوان از یک کشوری جدا بشن و یک کشور تازه‌ای درست بکنن در نظر گرفته میشن و باهاشون از این بابت باشون هم خصومت اعمال میشه و همین که جلوی فعالیت‌هاشون گرفته میشه. آیا واقعیت اینه که کردها در سر جهان میخوان یک کشور کردستان مستقل داشته باشن؟ خانم روجان، خانم سرشار، به نظر من ابتدا به این موضوع نپردازیم، به این بپردازیم که 500 سال پیش کردستان بین عثمانی و صفویه تقسیم شد. 1923 بر اساس پیمان لوزان بین 4 کشور تقسیم شد و این میزبانان خوبی نبودن، خانم سرشار، چون در واقع ملت کرد سابقه مبارزاتی داره، مرز داره و در هر 4 کشور و به دلیل فرهنگی که غیر مذهبی هست در بین کردها، اگر شما توجه بفرمایید مسئله کردها اصلا مسئله مذهبی و اینکه کی شیعه است کی سنیه به هیچ عنوان هم چیزی نیست. در مناطق کردنشین در خود کردستان ما در ایران مذاهب مختلف در کنار هم در صلح و دوستی زندگی کردن و بینش اونا در واقع مسائل حقوق مدنی قضایی و آزادی است و علت این که همیشه تحت فشار بودن از طریق حکومت‌های مرکزی در واقع حقوقیه که به حق میخوان. وقتی که این میزبانان یا این در واقع پدرخوانده ها یا نامادری ها اینگونه عمل میکنن که همیشه شنیدید شما شاهد کشتار کردها، سرکوبشون، الان یه گزارش از ارومیه اومده بسیار جالب خمسرش، ارومیه یک شهر تاریخی قدیمیه که مذاهب مختلف در کنار هم اونجا زندگی میکنن، یک سری از اسامی مغازه ها و بوتیک ها و اینها کردی بوده، مثلا روژ به زبان ما یعنی روز، بله. اسم یه مغازه روژ بوده، اینا رو حمله کردن، اینا رو پاک کردن، مثلا روژ رو کردن روز. کلمه زاکروس روی مغازه پاک کردن، نمیدونم، یعنی حساسیت ها همیشه باعث میشه که مردم برانگیخته بشن، حتی که به اصطلاح تا چند سال پیش مردم که 25 میلیون کرد در ترکیه زندگی میکنن اجازه نداشتن به زبان کردی صحبت کنن و اینها همه در واقع مسائلی است که اون مناطق رو به تشنج وامی داره. من تشنجشو مسئله تشنجشو میفهمم خانم روژان، ولی صحبت از این هستش که خب اگر که به ملتی، به اقلیتی، به گروهی، به ایالتی از طرف دولت مرکزی، حالا در هر 4 کشوری که شما اسم میبرید، بهشون ستمی روا میشه، باید کوشش در این بکنن که اون ستم رو از بین بردارن. ایده ای که مخالف در واقع جدایی طلبی هستن و به حق هم خب بعضی از کشورها اگر که بخوان به این چنین چیزهای رخصت بدن گرفتاری پیدا میکنن، بعد هر ایالتی یا هر گروهی میتونه اعلام استقلال بکنه و این مشکل میشه. ولی خب یه دیگه هم میگن خب چه مشکلی است، باید انسانها در صلح و آرامش و دموکراسی زندگی بکنن و اگه میخوان کشورهای کوچکتری رو به وجود بیارن به وجود بیارن. ولی مسئله سر این هستش که کوشش های برای گرفتن حقوق مساوی شهروندی انجام شده، به نتیجه نرسیده، یا اصلا از اول کردهای ایران و کشورهای دیگر همجوار خواهان این استقلال بودن، حالا به هر دلیل و هر چیزی حکومت هر گونه باشون رفتار کرده، اینا خواهان این جدایی طلبی هستن چون دلشون میخواد که کشور کردستان مستقل رو به وجود بیارن. با اجازتون میریم و برمیگردیم، پاسخ این سوالم از شما میگیرم چون دوست داشتم در این مورد بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. خیلی شکرم.
هفت نکته قانونی هفته، پیامی از پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. پس از زمین خوردگی در اماکن عمومی سه کار باید انجام بشه. یک، عکس برداری از موردی که باعث زمین خوردگی شما شده که معمولاً یک مایع روی زمینه. دوم، جمع‌آوری اطلاعات افرادی که شاهد این حادثه بودند. و سوم، فایل کردن ریپورت اتفاق افتاده با منیجر و یا صاحب مغازه. انجام این سه مورد به وکیل شما میتونه کمک بکنه که پرونده قوی تر برای شما در دادگاه به جریان بندازه. تصادف امریز اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. 818-777-77-77. با آشنایی به قوانین حق قانونی خود را بدانید. Know your legal rights. آیا می خواهید از شرایط تحصیل در دانشگاه های آمریکا مطلع شوید؟ آیا مایلید شانس پذیرفته شدن در دانشگاه مورد نظرتان را بالا ببرید؟ شاید هم به اطلاعات وام ها، بورس های دانشگاهی و آخرین تغییرات تست هایی نظیر امکت نیاز دارید. دکتر پروین شهلاپور با برنامه گام به گام با دانشپژوهان جوان از روز شنبه 11 اکتبر از ساعت 10 تا 11 صبح پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. بازتاب خبر. خب دوستان، با خانم روژان، هنرمند خواننده ایرانی که همه شما با نام و کارش آشنا هستید، گفتگوی میکردیم. بحثمون داشت یه ذره طولانی میشد چون دوست داشتم بیشتر با روژان در مورد کارهای هنریش هم صحبت بکنم. همین سوالی رو که مطرح کردم و خیلی کوتاه جوابی ازشون بگیریم و بریم به بخش هنری کارشون بپردازیم که دوست داشتم، چون یک سیدی تازه به بازار دادن، دلم خواست اون زمین هم بتونیم فرصت داشته باشیم صحبت بکنیم و شما دوستان کار جدید روژان رو هم بشنوید. خانم روژان، دو مرتبه خدمت شما برگشتیم. خواهش میکنم، در خدمتون هستم. بله. سوالی که فرمودید در واقع در حوصله این برنامه مطمئنن نخواهد گنجید. اون چه که مسلم است این است که تفکرات مختلفی در اون منطقه وجود داره در هر چهار قسمت کردستان و من فکر میکنم که این وظیفه مجامع بین المللی و دولت هاست که بنشینن و بررسی بکنن که در واقع چگونه میتونن مردمشون رو، ملت های مختلف، اقلیت ها و تفکرات مختلف رو راضی نگه دارن و حقوق اونا رو در واقع محترم بشمارن. و آنچه که مسلم هست، کردها در واقع در گرفتن این حق سابقه تاریخی و طولانی دارن. بله. و این رو میخوام اشاره بکنم، واقعا خانم سرشار، موضوع مهمی که الان در واقع جلب توجه جامعه زن رو در جهان باید بکنه اینه که سردمدار مبارزه بر علیه این بنیادگرایی و تفکر داعشی امروز زن ها هستن. این نکته بسیار مهمیه، بسیار مهمه. یعنی هرچند واقعا از نظر هویتی و فیزیکی دارن ترور میشن، ولی زنا تونستن بر ترس غلبه کنن، مبارز، مستقل، مهربان، با عشق انسانی مادرانه در واقع الگویی هستن الان برای زنان جهان، برای اینکه واقعا در شرایط بسیار سختی همسرشار دارن میجنگن. شما حرفتون کاملا درسته. شما اگر این تصویرها رو ببینید که مادرها، مادر بزرگا بخشید مسلح شدن، دارن از شرافتشون دفاع میکنن. واقعا در هر حال همه کسانی که دغدغه حقوق انسانی رو دارن از اتفاقی که داره برای اقلیت ها و زنان و بچه های در واقع کوچک بیگناه در اون منطقه روی میده راضی نیستن و امید به این دارن که این مشکل و معضل حل بشه. و درود بر زنانی که پیشگامند، به خصوص همطور که شما دارید میگید در اون منطقه زنان کرد که پا به پای مردان و شاید بعضی در بعضی از موارد جلوتر از اونها دارن این حرکت رو انجام میدن برای دستیابی به ابتدایی ترین حقوقشون، یعنی برابری و مساوی حق زندگی در واقع.
خب ما جونم، من میخوام خواهش کنم یک دقیقه بیشتر به من فرصت بدید. آرزوم رو در قالب دستنوشته شما در مقاله نگاهی به خیش پس از 3 دهه در چند جمله بیان کنم. واقعا خواهش میکنم. من به دنبال کشوری هستم که در آن هیچ زنی به دلیل جنسیتش، هیچ یهودی، بهایی، مسیحی، زرتشتی، سنی و شیعه و انسان لایکی به دلیل شیوه نیایشش، هیچ آذری و کرد و بلوچ و لور به دلیل قومیت و زبانش و هیچ انسانی به دلیل اندیشش مورد ستم و تبعیض قرار نگیرد. هیچ صاحب اندیشه‌ای به دلیل عشق به آزادی زندانی و یا کشته نشود. در واقع شما بهترین آرزوها رو توی این دستنوشته آوردید و واقعا این یکی از آرزوهای خود من به عنوان یک زن آزادی خواه. خیلی ممنونم از محبتتون. ما هم با شما در این آرزویی که دارید برای آرامش در اون منطقه شریک هستیم، ولی دلم نمیخواد که بدون این که به بخش هنری شما بپردازیم شما رو رها کنم، چون که این کار جدیدتون اسطوره هوا که یکی از کارهای فوق‌العاده زیبای شماست. شما که میدید من از طرفداران پرپاقرص خودتون و صداتون هستم خانم روژان، و این کار جدیدتون هم دیگه زیباست و دلم خواهد یه توضیح راجعه این بدید که ما بتونیم برای دوستان هم پخش کنیم که گوش بدن و کار جدید شما رو باش آشنا بشن. با کمال میل. حدود 8 ماه پیش در واقع بدونیم که اوضاع جهان در این شرایطی که هست انقدر حاد بوده باشه، بسیار غمگین در واقع نزاها و جنگ ها بودم و در ارتباط با دکتر افشین یدالله‌ای عزیز از ایشون خواهش کردم که شعری در زبان مادران داشته باشم بر علیه جنگ و نزاع، و اینکه در واقع از هر طرف که کشته میشه فرزندان ما هستن. و این شعر اسطوره هوا زاده شد. بسیار پوینت‌های جالبی داشت و خیلی منو جذب کرد و بعد با شاهین یوسف زمانی عزیز کار رو شروع کردیم و این آهنگ زاده شد و بعد با مدیریت بسیار خوب علیرضا سروش دوست نازنین ویدیوی این کار تهیه شد، که در واقع پوینت قضیه این است که دنیا فقط آبستن بیرحمی و مرگ است. انگار فلک نطفه حابیل ندارد. حابیلا کجا هستن؟ چرا همه دارن نقش قابیل رو بازی میکنن؟ و در واقعا هر قتل هجومیست به اسطوره هوا، حق دارد اگر طاقت تحمیل ندارد. همین اتفاق الان داره میفته خانم سرشار. بله. انقدر مادرها عزادار شدن که تصمیم گرفتن علی‌رغم میل باطنی و اون زیبایی درون مادر اسلحه به دست بگیرن و بجنگن متاسفانه. و به حال این کار الان از طریق رادیو جوان و سایت‌های مختلف پخش شده، ولی نکته رو اینجا عرض کنم خدمتتون، بیشترین سپورتی که من گرفتم روی این کار با وجودی که به زبان فارسی خوندم خانم سرشار، از طرف شاید 50 تلویزیون کرد بوده در اروپا و جاهای دیگه که این رو با گویش‌های مختلف کردی ترجمه کردن و دارن پخش میکنن. ولی متاسفانه در کامیونیتی خودمون اصلا به این کارا توجه زیادی نمیشه، مگر فریفتگان و عزیزانی مثل شما یا چند نفر انگشت شمار دیگه. و من فکر میکنم در این بره از تاریخ در واقع اگر زنانی مثل من میخونن و اشعار این گونه رو مطرح میکنن، احتیاج هست که در واقع جامعه مقدار بیشتر سپورت بکنه، فقط به خاطر پخش، فقط به خاطر اینکه در دسترس قرار بگیره که شنیده بشه. بله، صدای شما به گوش جهانیان برسه، حتما که چنین خواهد شد. همه یه کسانی که با کار و سابقه کاری شما خانم روژان آشنا هستن میدونن که همواره این دغدغه رو شما دارید برای حقوق بشر، و هر موقع و هر زمانی که کاری باید انجام بشه شما جزء پیشتازانش هستین. از این بابت واقعا جای سپاسگزاری داره و بالندگی از این که هنرمندی این چنین ارزنده در بین جامعه ما هست و در این حال کارهای فوق‌العاده زیبا ارائه میکنه. از شما و از شاهین عزیز
یوسف زمانی نازنین سپاسگزاریم بابت این کار فوق‌العاده گروهی که درست کردین و به وجود آوردین و با اجازهتون اینو پخش بکنیم که شنوندگان ما هم اون رو بشنوند و لذت ببرند. خواهش می‌کنم. ممنون، سپاسگزارم از خانم روژان. خدا نگهدار. جمع پراکنده اگر دیل ندارد، دل بسته نام که فامیل ندارد، دیریس برادر به برادر نکند رد، هر طایفه ای این همه قابیل ندارد. دنیا فقط آبستن بیرحمی و مرگ است، انگار فلک نطفه هابی ندارد. تحمیل ندارم، حق دارد اگر طاقت تحمیل تحمیل ندارم، حق دارد اگر طاقت تحمیل ندارم.
هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه. به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق از تکنیک‌های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می‌کند. راه ساده‌تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید. مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. هومن نیسانی و رایان نیسانی، دو چهره شناخته شده و موفق جامعه ایرانی، افتتاح دیلرشیپ های هومن هاندای و هومن جیپ را در لس آنجلس به آگاهی میرسانند. و به همین مناسبت فقط و فقط تا پایان این ماه شما می توانید یک جیپ چروکی 2014 را با فقط ماهی 189 دلار لیز کنید. توجه بفرمایید، فقط با ماهی 189 دلار یک جیپ چروکی را لیز کنید. به دیلرشیپ هومن جیپ در تقاطع 405 و منچستر تشریف بیاورید و از قیمت‌های بی‌نظیر و سرویس عالی ما بهره‌مند شوید. تلفن کد 310-208-0808. یک بار دیگر 310-208-0808. Lease a Chrysler for $189 plus tax with $1,500 down 24-month closed-end lease on approved credit through Chrysler Financial Services based on 12,000 miles per year, 15 cents per mile excess. هومن جیپ. شب صحبت قدیمت دان که بعد از روزگار ما بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد. روزگار ما، برنامه از شهرزاد اردلان، پنجشنبه‌ها 7 تا 9 بعد از ظهر. فرزندان در خانواده‌های جایگزین فاستر کر اغلب به دلیل آزار و عدم رسیدگی لازم در مدارس با مشکلات رفتاری و یادگیری مواجه می‌شوند. برنامه آموزشی سیدز در UCLA برنامه غیرانتفاعی است که به این کودکان و پدر و مادر یا مسئولانشان کمک می‌کند تا توانایی لازم برای فراگیری دروس مدرسه و ایجاد رابطه مثبت با اطرافیان را به دست آورند. آموزگاران مخصوص و با تجربه در محیطی امن و صمیمی امکان ایجاد آینده‌ای مفید و روشن را برای فرزندان و دیگر اعضای این خانواده‌ها به وجود می‌آورند. برای کمک و ارائه پشتیبانی مالی خود به این برنامه آموزشی سیدز در UCLA با 310-206-5254 310-206-5254 یا وبسایت www.supportseeds.com مراجعه فرمایید. 670 AM Los Angeles. یک کلام بشنو از اطرت خانم. خانم اطرت الهی، صبح شما در شمال کالیفرنیا بخیر. قربانی شما. خوبه؟ من بسیار خوبم، صدای شما رو میشنویم بسیار خوشحالتر میشیم. دوستان شنونده با اشتیاق منتظرم ببینن که امروز میخواییم که در مورد جامعه ایرانی و کارهایی که میکنی که قلم شیرین شما اون رو با طنز و شیوایی بیان میکنی چی میخواید بگید؟ امروز راجع به دیپریشن میخوام صحبت کنم. آخ دیپریشن، خب بفهم ببینیم چی. تازگی ها دچار یک نوع افسردگی شدم. شوهرم که خیلی نگران وضع روحی منه در صدد معالجه من برآمده. به چند دکتر روانشناس مراجعه کردیم. از مغزم عکس‌های زیادی گرفتم اما به جایی نرسیدم. مرتبا گریه میکنم، با آسمون خیره میشم. دوست دارم به خونه هایی که در اثر زلزله یا سیل خراب شده برم، روی زمین بشینم، از پنجره‌های شکسته بیرون رو تماشا کنم. گاهی اوقات کنار رستوران‌های چینی و مکزیکی وامیستم و بو میکشم. شوهرم با مهربانی میپرسه دوست داری بریم اینجا غذا بخوریم؟ جوابی نمیدم، فقط سرم و لای در و پنجره رستوران میذارم و بو میکشم. یه روز بالاخره منو به یک رستوران مکزیکی برد. پیش از اینکه گارسون ما رو به نشستن دعوت کنه
من دیوانوار به طرف آشپزخانه دویدم و شروع به بو کشیدن کردم. شوهرم به زحمت من از رستوران بیرون کشید. روز بعد منو به مطب یک دکتر روانشناس ایرانی برد. آقای دکتر بعد از معاینات مفصل پرسید: خانم شما مادر بزرگ دارید؟ گریه کنان گفتم: بله آقای دکتر دارم، یعنی در حقیقت داشتم. دکتر ناگهان مثل عرش می‌دوست دست در حمام دستاشو به هم کوفت و گفت: یافتم یافتم. شوهرم با خوشحالی گفت: یافتی دکتر جان؟ چه چیزی را یافتی؟ دکتر سری تکان داد و گفت: پیازداغ، پیازداغ. شوهرم با تعجب پرسید: فرمودید پیازداغ؟ دکتر گفت: بله آقا پیازداغ. شوهرم پرسید: یعنی میفرمایید ایشان باید پیازداغ بخورن تا مالیدشن؟ دکتر گفت: نه جانم، الان خدمتتون عرض میکنم، ایشان همسیک شدن. حرف دکتر رو بریدم و گفتم: دکتر این همون بیماریه که در روانکاوی با آن ناخوش وطنی میگن؟ بدون توجه به حرف من به صحبتش ادامه داد و گفت: مالجه ایشون بسیار آسونه، شما باید سه کار انجام بدید و مالجه خانم در حقیقت به این سه کار مهم بستگی داره. بعد از شوهرم پرسید: شما کلفت مکزیکی دارید؟ شوهرم گفت: بله داریم. دکتر گفت: خب از این به بعد هر چند روز یک بار شما 20 دونه پیازداغ بدین کلفتتون پیازداغ مفصلی درست کنه، پنجره های خونه و آشپزخونه هم باید بسته باشه، کلفت مکزیکی باید با دستای چربش دامنشو پاک کنه که دامن کاملا بوی پیازداغ بده، بعد اونو ببرین روی زمین چهارزانو بنشونین، چشمای خانم رو ببندین، اونو به همون اتاق ببرین و سرش رو روی دامن کلفت مکزیکی بذارین و مجبورش کنین که نفس عمیق بکشه. شوهرم پرسید: یعنی چه دکتر؟ دکتر سری تکان داد و گفت: پیراهن مادر بزرگ رو فراموش نکنین، اکثر دیپریشن ها از دوش گرفتن روزانه مادر بزرگا، البته با فشار نوه ها به وجود میاد، چون مادر بزرگا دیگه بوی مادر بزرگ نمیدن. شما یادتون باشه که بوی چارقت مادر بزرگ که مخلوطی از عطر گلیاس پلاسیده که گوشه چارقدش گره میزد با بوی پیازداغ و عرق بدنش قاطی میشد و هنوز در مشام ما باقی. شوهرم گفت: بسیار خوب، توصیه بعدی چیه؟ دکتر گفت: بری در جاهایی که خونه های خراب شده بدون پنجره یا بدون در وجود داره، خانم رو پشت پنجره بنشونی. در اون طرف پنجره عکسای از کوچه های ایران یا عکس میدونی شهزاد رو بذارین، یه موزیک مناسب هم داشته باشین، گیلاس شرابی هم به دستشون بدین و روز یک ساعت وادارشون کنین که در اونجا بنشینن، کسی هم دور برشون نباشه. من ناگهان فریاد زدم: آه دکتر جان قربونتون برم، با این حرفتون همین الان خانه پدری رو در ذهنم مجسم کردم، بوی خانه پدری به مشامم رسید. دکتر با خوشحالی گفت: ملاحظه می‌فرمایید دستور سوم یک کیسه خاک وطنه که باید بالای سر خانم بذارید که به محض اینکه از خواب بیدار میشن بوی اون به مشامشون برسه. روز بعد شوهرم از یک مغازه ایرانی که خاک‌های تمام نقاط ایران رو می‌فروخت یک کیسه خاک تهران برایم آورد که بالای سرم گذاشتم و حالا هر وقت ناراحت میشم یا همسیک میشم سرم رو توی اون کیسه فرو میکنم. کلفت مکزیکی هم دیگه عادت کرد که هفته یه بار پیازداغ درست کنه و من سرم روی دامن کثیف پیازداغش بذارم و نفس عمیق بکشم تا دیپریشن من معالجه بشه. هفته یه دفعه هم بیرون شهر میریم، از پنجره خونه خرابه هایی که فورکلوز شدن به بیرون خیره میشم و به یاد خونه پدری آه میکشم و اشک میریزم. هم دلمون وا شد هم دلمون گرفت هر دوتاش. دست شما درد نکنه.
هر کدوم از شما دوستان که دلتون میخواد با اطرت خانم مادر تماس باشین، میتونید بهشون ایمیل بزنید با نشانی اطرت الهی ETRATEAELHI اطرت الهی @AOL.com. با LA Furniture به زندگی خود زیبایی و جذابیت بیشتری ببخشید. به یکی از 4 شعبه LA Furniture سری بزنید و از بزرگترین و کاملترین مجموعه مبلمان اتاق خواب، پریو، نهارخوری و سالن پذیرایی از طراحان شناخته شده ایتالیایی دیدن کنید و از قیمت‌های استثنایی ما در LA Furniture استفاده کنید. LAFurniture.com شوروم وودلند هیلز به مدیریت آقای نیما، تلفن 818-431-2190 و شوروم غرب لس آنجلس به مدیریت خانم مونا، تلفن 310-234-2099. در وبسایت LAFurniture.com از امکانات ویژه و هدایای ما با خبر شوید، مثل تشک رایگان با خرید ست اتاق خواب یا فرش رایگان با خرید ست نهارخوری. شیکترین و بزرگترین مجموعه مبلمان در LA Furniture در انتظار شما عزیزان است. LAFurniture.com. روگال تایم تی وی طبق روال گذشته تقدیم می کند. جشن بزرگ مهرگان همراه با بزرگان موسیقی ایران، خوش آواز مرد موسیقی شاهرخ. تو رو دیدم خدا خندی من از عشق تو. تسخیر ناپذیران موسیقی بلکش، عاشقتم تموم دنیایی، دی جی آر بی و برنامه های مختلف و متنوع. 19 اکتبر پیرز کالج از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر میزبان هزاران ایرانی و ایران دوست است. به 1000 نفر نخست شرکت کننده در این مراسم از طرف شبکه رویال تایم تی وی هدایایی اهدا خواهد شد. جهت مشارکت و رزرو غرفه می توانید با شماره تلفن 818-407-7770 تماس حاصل فرمایید. 19 اکتبر جشن بزرگ مهرگان. گالری تارا در سانتا مونیکا عرضه کننده بهترین آثار هنرمندان معاصر ایران، هر ماه مجموعه خارق‌العاده از این آثار را به نمایش می‌گذارد. برای اطلاع بیشتر درباره نمایشگاه‌ها، لطفاً به سایت taragallery.org رجوع کنید و یا با شماره تلفن 310-451-2417 تماس بگیرید. آدرس در سانتا مونیکا، 1202 خیابان مانتانا، نبش خیابان 12، درب ورودی در خیابان 12. گالری تارا یک گالری غیر انتفاعی است زیر پوشش سازمان American Foundation for Contemporary Iranian Art. 15% از خرید هر تابلو تکس دیداکتبل می باشد. تلفن 310-451-2417 taragallery.org. You are listening to Ayane. آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 8 بامداد از KIRN. هان ای تن خاکی، سخن از خاک مگو، جز قصه آن آینه پاک مگو. کوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. دکتر محمد پاکروان، عضو انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی، به دوستداران مولانا و حافظ مژده می دهد که 28 سال کلاس های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پابرجاست. 26 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. خب یاران، به دومین ساعت از برنامه صبحانه با هما سرشار خوش آمدید. همطور که در اول برنامه هم گفتم، برنامه امروز ضبط شده است و بخشهایی از این برنامه تکرار برنامه های مورد علاقه شما در گذشته خواهد بود. با هم دیگه به دنباله برنامه توجه میکنیم. یک شات اسپرسو با فریبرز داوودی. صبح شما بخیر آقای داوودیان. صبح شما هم بخیر خانم سرشار عزیز. در این روز شنبه بارانی و خیس، امیدوارم که شنوندگانتون در زیر سقف و در محیطی امن و خشک به برنامه رادیوی ما گوش بدن، که چند ثانیه در خدمتتون خواهم بود. نه چند ثانیه که نه، چند دقیقه. چند دقیقه. چندین دقیقه، چون که دو رقمیه. بله بله. شما که خوب و خوشین، شما که خیس نیستین که، هیچ بلایی سرتون نیومده که. والا شما اگه یادتون باشه، شما که لطف کردین دیشب با من تکست می‌زدین، به هم در مورد امروز صحبت می‌کردیم، گفتیم که چشم نخوری اسفند دود کن. ولی یکم دیر گفتیم. بنده در 72 ساعت اخیر چندین بار چشم خوردم. راست میگی؟ به خدا قسم. چی شد؟ چه اتفاق افتاد؟ شما به چشم اعتقاد دارین اصلا؟ والا اعتقاد ندارم. از سر شوخی این حرفا رو میزنم. اسفند و اینا رو هم بالاخره چون عادت کردیم یه چیزی میگیم. ولی نه، شما اعتقاد داری؟ والا من اصلا دیگه اسفند و چیز میخریم، تونی میخریم، با کامیون میارن میریزن در خونه و ما آتیش میزنیم. برای اینکه من نمیدونم چرا انقدر چشم میخورم. چه بلایی سرتون اومد؟ به خدا قسم پنج شنبه شب داشتم، میدونین من چند وقت بشه، چون خیلی آدم سعی میکنم سبز یا گرین باشم. سبز نه به معنی انقلابی که در ایران نازد، متوجه. بله، سبز یعنی ایکنام، چی میگن، میخوایم مثلا طرفدار محیط زیست باشم. بله. آها. رفتیم و چون خیلی ماشین من دوست دارم، از بچگی عاشق اتومبیل بودم، یه اسباب بازی جدید گرفتیم از این ماشینای برقی. خب کوچولو، سمارت کار، خیلی کوچولوه، با برق هم کار میکنه، واقعا لذت بخش رانندگیش. همه هم به ما گفتن که حالا این انقدر کوچیکه مثل قوطی کبریته، خب تصادف نکنی، صدمه نبینی. ما هم گفتیم بابا چی دیگه، ما به چشم اعتقاد نداریم، ما از این حرفا. پنجشنبه شب داشتم میومدم خونه، بارونی هم بود هوا. خب باورتون نمیشه، تصادف اتومبیل با پلیس. پلیس. شما به پلیس زدی؟ نه خیر، پلیس به من بزن. شوخی میکنه. چراغ قرمز و پلیس رد کرد. خب و محکم کوبین به این اتومبیل بنده که واقعا یه قارقارک کوچولوی برقیه. از پشت؟ از پهلو زد. از ماشین پهلو. من سه بار چرخید و یه صدایی هم داد که اصلا مثل که پلاستیک ماشین صدایی بود که معمولا تصادف این صدا مثل که بادکنک ترکید مثلا. من به خدا یاسیدم هم میدونم ببخشید که میخندم آخه. ولی بله، نه بخندید، داری شما بخندید، اینجوری دیگه آدم اول چشم میخوره بعدم میخندم به. خب اصلا هدف از چشم زدن مردم اینه که ما بتونیم بعدم بهشون بخندیم اگه لقدیم که چه فایده. خلاصه ولی حالا این هیچی، پلیس پیاده شد و شروع که با من دعوا کردن، خیلی خشن، که تو چرا زدی به من؟ ای بابا. خدا قسم باورت نمیشه، من هیچ وقت فکر نمی‌کردم پلیس مملکت از ماشین پیاده بشه و دروغ بگه. خب گفت تو چرا زدی به من؟ گفتم تو زدی به من. گفت نه تو زدی به من، من دوربین دارم بهت نشون میدم. گفتم خب برو دوربین تو بیار تماشا کنیم فیلمشو. خلاصه همیشه که من گیج و منگ، حالا سرگیجه تو ماشین هستن یکم. امیدوارم که دستان تو ماشین نبوده. نه این خب، ماشین هستن دستان توش جا نمیشه، قد کوچیکه. خب. همیشه که من تو فکر بودم خدایا نکنه من صدمه دیده باشم، چقدر کلی پیدا کنم و چقدر سو کنم و چقدر پول گیرم میاد. شوخی بکنم البته و علیه هر کنی بله بله بله. پدرمون شوخی که توش جدی نباشه لعنت. به خدا نیست، به خدا قسم من همین حرفم. میدونم. خلاصه اینقدر وکیل خوب زیاده و تو رادیو شما ماگهی میکنم، من تا حالا به کسی زنگ نزدم. خلاصه پلیس که داشت با من دعوا میکرد، خیلی خشن و بی‌تربیت، دو تا ماشین پلیس هم بودن، یکیشون هم زودی اومد شاهد اون یکی شد. و بعد خدا رو شکر یه آقایی تو اون بارون داشت سگش رو راه می برد، اومد گفتش که چرا با این شخص محترم اینجور رفتار میکنی. من دیدم که
شما چراغ رد کردیم و زدیم به آقا و من شاهدم. خلاصه پلیس هم زود اجازه دادن و رفتن کنار، ماشین ما هم درب و داغون و تصادفی و کج و گله تو نزدیک خونه من آوردمش خونه. گفتیم به خیر گذشت و حالا چش خوردیم و یه چند تا اسفند دود کنیم و اینا. فرداش دوره یکی از درختای حیات ما افتاد روی سیمای برق خیابون و تمام برق خونه ما که قطع شد هیچی، مجبور شدیم به 911 زنگ بزنیم برای اینکه سیم برق لخت افتاده بود تو بارون. آخ آخ آخ، این دیگه خیلی خطرناک بوده ها. این دیگه خیلی خطرناک، حالا بچه تو خونه و آدم تو خونه و دوباره ما زنگ زدیم فایر دپارتمنت اومد و بعد دپارتمنت واتر اند پاور اومد، خدا حفظشون کنه. یه 7 ساعت روی این سیمای برق ما کار کردن و ما یخچالمون رو خالی کرده بودیم که بریم مثلا خونه یکی از دوستان و خوب. دوباره اومدن برق ما رو وصل کردن و خلاصه 100% من چش خوردم و هیچ. تا شما باشید که این درختای کهنه‌ای که نصفشون هم کج شده و همچون بهشون عشق می‌ورزید و تو خونه نگه ندارید. راست میگیم، برای اینکه خیلی گیرونه، والا ما می‌خوایم درخت بزنیم ولی می‌دونیم که خودتون تجربه دارین، یه درخت میام می‌زنن چند هزار دلار می‌گیرن. بله. خب پس طبیعت برای شما زد درختو. چش تصادف، بعد حالا بیام جسدشو از اینجا تا بیام ببرن کلی ما رو شارژ می‌کنن. من فکر میکنم که من به چشم که اعتقاد دارم هیچی، فکر میکنم که قدیما خانم سرشار ببینیم مثلا خب تکنولوژی نبوده، مردم تو دهات زندگی میکردن، یه شخصی یه الاغ نو میخریده، 4 نفر همسایه‌هاش یکیشون حالا ممکن بوده الاغ نو که میگن الاغ جوون. خب جوون نو اون موقع حالا 6 سیلن 4 سیلن بالاخره خب. موقع ماشینا الاغ بودن دیگه. درست. حالا شاید یه بخیلی دوتا دهون ورتر اینو شاید چش میزده شاید نمیزده، ولی الان با تکنولوژی مدرن و فیسبوک مخصوصا و توییتر خب ما خیلی بیشتر چشم میخوریم. خب تقصیر خودتونه تا هر کاری میکنین فوری عکسشو میندازین توی فیسبوک و من تویتر. من نمیذارم دوستان میندازن هی ما رو تگ میکنن هی تگ تگ تگ. شما فرض کنید طرف مثلا عکس میندازه در هتل تو هاوایی نشسته زیر یک شاندلیر کریستال داره شاتوبریان میخوره. خب بعد یه حیوانکی توی خونهش نشسته داره فروزن پیتزا میخوره، زنش هم داره سرش داد میزنه. و خب این اون چشم میزنه دیگه. بعد طرف 1000 تا دوست داره رو فیسبوک، ممکنه 1000 نفر در آن واحد این شخص رو چشم بزنن. درسته. من فکر میکنم که من از طریق فیسبوک چشم خوردم. من براتون یه پیشنهاد دارم آقای داوودیان. بفهم. من فکر میکنم یه سازمان مثلا گرفتاری ها و بدبختی ها در فیسبوک درست کنیم، اینقدر که همه چیزای خوب میندازن و هی حتی مهمونی میرن و غیر میدن و لباس بعد یه مقداری از این مسائل و معضلات بذاریم که همه فکر نکنن بابا هر کی تو فیسبوک از صبح تا شب داره صفا میکنه. به خدا اصلا وبسایت بدبخت.com من با تو موافقم، من کمکتون با همکار شما هم برای که برای که فکر شادی و هی بگو بخند و لوس بازی و همش بشه خوش میگذره و هی هم میخوام پوزش بدم. خفه شدیم از بس عکس این بچهای فسقلی و نوه ها و نتیجه رو گذاشتن و بچه‌هام نصفشون زشتن، چیکار کنیم؟ آقا بچه ایرونیه که زشت موقع کوچیکن مادر بزرگ یاد گرفتن عکسای دیگران رو میذارن روی فیسبوکشون. خیلی شی مثلا میرن عکس مدل رو برمی‌دارن. خب بعد اسمام همه مصنوعیه، مثلا همه فامیلا شده ایرانی دیگه. آها. مثلا ملیحه ایرانی. درست. بعدم میبینید عکس مثلا جوونی های بریجیت باردو رو گذاشته اونجا. ملیحه خانم کی هست؟ اصلا ممکنه مثلا یه خانم مثلا 95 ساله با استاد رامی رو فیسبوکش هم گذاشته ملیحه ایرانی. یه مقداری هم این تو نصیحت ها نصیحت های فیلسوفانه که میکنن که صبح بلند میشی اوقات تلخ 1000 تا مسئله داری، بعد فیسبوک رو باز میکنی که میگه لبخند بزن به دنیا، چقدر دنیا زیباست، یه گل گذاشته. اصلا من متنفرم از اینکه به دنیا لبخند بزنم. من داشتم لبخند میزدم که پلیس اومد محکم زد به من، به خدا قسم. پس شما که از این متنفری که لبخند بزنید، کارتون پس چرا اینه که انقدر لبخند به دهن بقیه بیاری به عنوان یک کمدین موفق؟ شوخی کردم. میدونم. همینو میخوام بگم خانم سرشار، به خدا قسم بعد از این تصادف ماشین و بعد از اون درختی که افتاد و من با یه پسر 2 ساله تو خونه 7-8 ساعت بدون برق و اینقدر پشت سر هم، حالا 3-4 تا اتفاق دیگه افتاد که واقعا نمیخوام وقت رادیو رو بگیرم، یعنی واقعا یه 72 ساعت خیلی سختی من داشتم. آها شب قبلش اصلا تا صبح نخوابیدم، بچه‌م ناراحت بود، دل دراش. بگذاریم،
یعنی من پریشب یک ساعت خوابیده بودم، دیروز تمام روز دنبال اینا که میدویدم که برقمون وصل بشه، اصلا نمیتونم راه برم. ولی به خدا قسم وقتی که آخرش رسید و من رفتم تو خیابون و این درخت عظیم و جسته رو دیدم افتاده رو سیمای برق خیابون، شروع کردم خندیدن. قش قش تنهایی من شروع کردم خندیدن به ریش خودم و به این اتفاقاتی که افتاده. و اینه که خنده مثل یک دارو، مثل آنتی بیوتیکه. درست میگه، درست میگه. از قدیم هم گفتن خنده بر درد بی درمان دواست. به خدا میگن سرطان رو ساینتیست ها گفتن که افرادی بودن، نورمن کازینز میگفته که با سرطانش خودش رو با ویدیوهای برنامه‌های خنده‌دار، فیلم‌های کمدی که دوست داشته، فکر میکنه که شاید از اون طریق خودش رو به بهبودی رسونده. فقط یکی از ویدیوهایی که تماشا کرده 99 سنت فامیلی شده. از من خواست براش بفرستم، من گفتم ما ویدیومونو نمیفروشیم، فقط باید زنده ببینیم. موفق باشی به ما بازم سر بزن یا فری بوسمان. ما شاکر شما آقای. خدا نگهدار. همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به گفتگوی متخصصین از لون امریکا توجه کنید. 818-788-9000. همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با لون امریکا. 818-788-9000. کاهش وزن، تنظیم قند و کلسترول خون، کمر باریک بدون احساس گرسنگی با گرین کافی بین. 310-858-7006 و jawanbeman.com. اگر منزل شما در اثر اتفاقاتی نظیر ترکیدن لوله آب، آتش سوزی، باران یا طوفان شدید و خرابی های بجا مانده از سرقت و دزدی آسیب دیده، قبل از تماس با شرکت بیمه خود با دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران، وکلای متخصص در پرونده های امور بیمه تماس بگیرید. شرکت های بیمه عموما سعی می کنند از پرداخت خسارات وارده به منزل شما سر باز زده و حق شما را به طور کامل نپردازند. با تماس با دفتر وکالت الکس کوهن شما هیچ هزینه ای در ابتدا پرداخت نخواهید کرد. 1-888-20-CLAIM. وکلای برجسته دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران تمامی حقوق شما، اعم از فشارهای مالی، عدم توانایی در پرداخت صورت حسابها، هزینه اقامت، استرس، درد و رنج را مطالبه خواهد کرد. همین الان برای ارزیابی خسارات وارده به منزلتان با دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران تماس بگیرید. 1-888-20-CLAIM. 1-888-222-5246. You're listening to Radio Iran. Radio Iran. K-I-R-F. Radio Iran. Radio Iran. بهانه ها با دکتر صدرالدین الهی. در این هفته یادداشتی را که در آغاز قرن در باره قرن حاضر نوشته بودم برای شما دوباره میخوانم. این یادداشت عنوانش اخلاق و انسان قرن 21 است. آیا با فرا رسیدن قرن نو نباید به اخلاقی که در هزاره سوم میتواند مبنای همزیستی و تفاهم جهان بیمرز آینده باشد اندیشید؟ مسئله اخلاق در هزاره آینده مدت هاست که موضوع بحث و فحص کسانی است که بیرون از چارچوب سنت های اخلاقی به نوع دیگری از این قانون اجتماعی می اندیشند و جا دارد که به سرفصل های از این طرز نوین اندیشیدن بیاندیشیم. اخلاق قرن 21 باید حاوی قواعدی باشد که در دروس اخلاق کلاسیک دانشگاه ها جایی نداشته است. این اخلاق بر اساس فرضیه ها و یا قواعد از پیش ساخته شده و ثابت نشده برپا نمی شود. دیگر نمی توان نشست و بر اساس فکرهای زیبا و رؤیا پسندانه ارسطو و یا جان لاک و هیوم و بو علی سینا و غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی به چه باید کرد و چه نباید کرد ها اندیشید و برای تسری این افکار تجربه نشده مدرسه گشود. همچنان که بر تعالیم اخلاقی ادیان و مذاهب که از فرط تلقین و تکرار بی نتیجه و به صورت نوعی شعار نقش بر دیوار شده است تکیه کرد. هزاره سوم و قرن 21 باید
که قوانین اخلاقی خود را از درون مسائل و مشکلات امروز جهان استخراج کند و با واقع بینی به آن جامعه عمل بپوشاند. اگر در نیمه دوم قرن بیستم شعار جنگ نکن و عشق ببرز برای مدتی کوتاه جهان غرق در خشونت و جنگ را مسخر ساده انگاری و انسان پنداری خیش ساخت، در قرنی که آغاز می شود فقط یک تعهد یا مسئولیت در برابر مسائل جهان فردا می تواند پایه‌گذار اخلاق عملی آینده باشد. جهان از اندازهای تصویری دهکده جهانی مارشال مکلوهن کانادایی که فرضیه پرداز تسلط وسایل صوتی و بصری در نیمه دوم قرن بیستم بود فراتر رفته است. حالا جهان در زیر چادر پر از ستاره و رنگ و نور و صوت و تصویر به سیاه چادری میماند که ساکنان آن از تعرض فرهنگ ها یکدیگر در امان نیستند. این فرهنگ ها هر کدام ویژگی خود را دارند و مشکل میتوان با پیش داوری فرهنگی را مهاجم و فرهنگ دیگری را مغلوب معرفی کرد. فرهنگ‌های امروزی چنان در هم رشته و بافته شدند که تار فرهنگ مهاجم از پود فرهنگ مغلوب قابل باز شناختن نیست. تلویزیون نقش شگفت‌انگیزی در ارائه این فرهنگ سیاه چادری بازی می‌کند و همان اندازه که کشت و کشتار دسته‌ای از جوانان با شکل و شمایل‌های عجیب از گنگ مقابل درس بدی برای جوانان یک مملکت دور افتاده آسیایی و یا افریقایی است، به همون اندازه جادو و جنبل و اعتقاد به عوامل ما بعد طبیعه انسان به ظاهر شهر نشین و گاه بسیار دانشور و فرهیخته تمدن‌های بزرگ را به صورت یک آدم عامی که فال و جادوگری و حکمت ستارگان را باور دارد به خود جلب و جذب می کند. حالا فراتر از تلویزیون و رادیو، شبکه‌های اینترنت که گاه در اداره کنندگان و طراحان آنها کوچکترین نشانه‌ای از مسئولیت انسانی نمی‌توان یافت، دست به کار آموزش‌هایی هستند که حاصلی جز سرخوردگی و گمراهی هرچه بیشتر انسان قرن تازه نخواهند داشت. عصر سانسور به هر صورت و به هر شکل به پایان رسیده است و همه دهانها برای گفتن همه حرفها گشوده است. در این معرکه است که می توانند به اعماق وجدان صاف بشریت دست داشته باشند، وجدانی که حتی در زیر سنگین ترین و سیاه ترین لایه‌های آن باز فروغ شرفی ابتدایی به چشم دیدنی است. در قرنی که آغاز می شود باید که خدا را از بند و زندان اندیشه‌های قرون رهانید و به دست انسانی سپرد که او را بنده از جان و دل است و وی را به همون صورت می‌بیند که جهان و هرچه در او هست و از اوست و از جهان ما از ازل تا به ابد جاری است. در قرنی که می‌آید نباید امکان داد که ایدئولوژی‌های سیاسی، فلسفی یا مذهبی این زیباترین صورت تفکر رها از هر قید و شرط انسانی را مسله کنند و به آن صورت دلخواه عرضه دارند. خدای قرن بیست‌ویکم خدای آن چوپان است که موسی را به خجالت واداشت. انسان قرنی که آغاز شده است باید یاد بگیرد که همه راه‌ها از لوله تفنگ و مشت گره کرده نمی‌گذرد. خشونت جواب سختی‌ها و مرارت‌های روزگار نیست، بلکه فقط تحمل و بردباری و لبخند کلید گشایش مشکل هاست. این انسان همچنان باید بیاموزد که فرو دست نشستن و تحمل هر ناروایی دور از اخلاق زنده و پویای آدمیزاد است. او باید مهربانی را پادزهر خشونت بشناسد و در این حال در هر لحظه برای دفاع از شرف انسانی با چنگ و دندان آماده باشد. انسان قرنی که در راه است باید به مسئولیت خطیر خود در انتقال مفاهیم صلح و دوستی، برادری و برابری به نسل بعد آگاهی کامل داشته باشد. این انسان
باید که مبلغ صلح و آشتی باشد و نگذارد که کودکان جهان با تفنگ های چوبی در میدان ها رژه بروند و بیاموزند که روزی می توانند این تفنگ های دروغین را به سلاح های واقعی مبدل کنند. همه انسان های بالغ وظیفه دارند که از بهره برداری از احساسات جوان تازه سال به سود منافع سیاسی و اقتصادی خود خودداری کنند. اونها باید این بچه ها را که سرمایه های فردای جهانند بشناسند و به آنها بیاموزند که دست نازکانها بخشی از جسم شکننده بچه های سراسر قاره های جهان است. به این گونه است که اخلاق قرنی که در راه است به ما حکم می کند که بچه ها را حفاظت کنیم، در سیاه چال های کار را ببندیم و اجازه ندهیم که برای هرچه بیشتر انباشتن کیسه های طمع بچه هایی که باید در مدرسه باشند و با طبیعت از شادمانی سرشار شوند در کارگاه ها، کارخانه ها و مزارع به نصف قیمت نیروی انسانی کارآمد مورد بهره برداری قرار گیرند. باید به بچه ها امکان روییدن داد و این نهالک ها را به درختان برومند باراوری مبدل ساخت. در قرنی که آغاز شده است، ما باید به رحم بارور مادرانی که فردا را میزایند رحم کنیم. زن را که هنوز حتی در جوامع پیشرفته شهروندی درجه دوم تلقی می شود، به حقوق شهروندی واقعی خود آگاه کنیم. به او بنمایانیم که وظیفش تنها نشستن و زادن شیران نر نیست و نیز همه اون گفته ناپلئون بناپارت را باور کنیم که او با دستی گهواره را و با دستی دنیا را تکان می دهد و ابزار تمتع، تفریح و نمایش نشود. اخلاق قرنی که آغاز می شود به ما حکم می کند که در برابر ناروایی هایی که در کشورهای فقیر جهان سوم به نام سنت، مذهب و عرف بر زنان تحمیل شده است، به شدت بیستیم و مادران، خواهران و دختران خود را یاری دهیم که جهان را اونطور که دوست دارند بنگرند و در آن زندگی کنند. اخلاق قرنی که آغاز شده است، هر گونه وحشیگری را به هر صورت محکوم می کند. از تجاوز بربرانه به زنان تا سوء استفاده های جنسی از آنها، و از بریدن دست کار آمد مردان و زنان و کودکان در منطقه هایی چون سیرالیون تا سنگسار زنان در ممالکی که به نام دین عشق را سنگسار می کنند. و از کاشتن مینهای ناپیدا در خاکی که باید در آن گندم برکت و دانه عشق و باروری پراکند تا کشتن بی حساب حیوانات کمیاب طبیعی، همه و همه در اخلاق فردا محکوم و مذموم است. در این اخلاق حتی از میان بردن موجوداتی که به غلط نام آنها را حیوانات موذی گذاشتند فقط در شرایطی پذیرفتنی است که آنها آسیب‌های جبران ناپذیر به قله و زراعت و دیگر دستاوردهای بشری وارد آورند. وگرنه حتی کشتن عقربی که روانه لانه قیش است مذموم و ناپسند است. در قرنی که آغاز می شود، ما باید با تراشیدن جنگل ها و کاشتن شهرها مبارزه کنیم. به روستاییان بفهمانیم که ایستادن روی خاکی که پدران آنها را نان و زندگی بخشیده است، بهتر از مهاجرت به بیغوله هایی است که در آن آنان فقط به چهارپایان بارکش سرمایه و طمع مبدل می شوند. ما باید شهرها و مردمان آن را به گدایی صفا و تراوت روانه روستاها کنیم تا آنها دم زدن در هوای پاک سپید دم را بیاموزند و لذت جویدن نان داغ از تنور در آمده را در زیر دندان خود احساس کنند. ما باید به انسانهایی که میخواهند هزاره بعد را زندگی کنند میراث دوست داشتن طبیعت را به یادگار بگذاریم. از تماشای پرواز رنگین پروانه‌های رنگین بال تا شنیدن فرو افتادن آبشارهای نقره‌گون. اخلاق قرنی که می آید، اخلاق یک منطقه، یک گروه، یک دسته، یک ایدئولوژی و یک حکومت نیست.
این اخلاق چیزی نیست که آن را از روی کتاب ها رو نویسی کنیم و بر شبکه های اینترنت جاری سازیم. این اخلاق یک جهان روایی و جهان شمولی گیتی نورد دارد که باید سینه به سینه، دست به دست و شبکه به شبکه در گیتی تسری یابد و تمام سازمان های غیر دولتی دنیا در هر جا که هستند باید حمایت بخشی از آن را بر عهده بگیرند. مبارزان حقوق بشر، هواداران گرین پیس، طبیبان برهنه پا، روزنامه‌نگاران بدون مرز، دشمنان اعدام و حتی سازمان‌های کوچک و گمنامی که در کشوری کوچک و گمنام در پی اجرای بخش کوچکی از ایدئال‌های بزرگ هستند، موظفند که مبشران اخلاق نوین جهانی باشند. دنیا دیگر یک محور ندارد که بر اساس آن بچرخد. تمام جهان باید در برابر زیاده طلبی شرکت‌های بی‌چهره با قامت غول‌آساشان، تولید ناسازگار و بی‌رویه، مصرف کورکورانه بی‌فایده، اسراف آزمندانه و غارت طبیعت و شکنجه انسان متحد شود و یک صدا باشد. IRN 670 AM Radio Iran نام جاویده با حضور در پرژن اسکوئر در وست وود حال و هوای وطن را احساس کنید. همه جان وطنم. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com. فراموش نکنید مهناز هاشمیان صادقانه شما را برای گرفتن وام یاری می کند. 877-406-8963 و یا 949-706-5555. شنوندگان عزیز، مژگان رهبر هستم و از شما دعوت می کنم هر یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر به برنامه نقش نفس و روان، برنامه تقویمی اداره بهداشت روان لس آنجلس، LA Department of Mental Health، گوش کنید. K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. یک هنرمند، یک اثر. یاران در این بخش از برنامه با یک بانوی جوان ایرانی که در رشته بسیار متفاوتی هنرنمایی میکنه آشنا میشید که برای چند روزی مهمان ماست در شهر لس آنجلس، لیلا بروخیم، رقصنده فلامینگو که متجاوز از 14 سال هست که در اسپانیا به سر میبره و در اونجا جزو یکی از رقصنده های مشهور اسپانیا شده با رقص فلامینگو و یکی از مسترهای این رشته. لیلا کار رقص فلامینگو خودش رو از نیویورک شروع کرده، جایی که متولد شده و در اونجا درس خونده و بعد هم به دلیل عشق و علاقش به در رقص فلامینگو منتقل کرده خودش رو به اسپانیا و اونجا پیش استادان بسیار بزرگ رقص فلامینگو این رقص رو فرا گرفته و در این چند روزی که در لس آنجلس هست
یکی دو برنامه داری که دوست داشتم شما علاقه‌مندان به هنر و هنر رقص و اون آشنا بشید، با خود لیلا آشنا بشید و اگه دوست داشتید به دیدارش برید یا به کلاسش برید، چون کلاس رقص فرمیگاه هم گذاشته. لیلا خانم بروخیم، صبح شما بخیر. بخیر هما. حال شما خوبه؟ حال خیلی ممنون، خیلی ممنون از دعوت شما. خواهش میکنم، خیلی ممنونم که میدونم سرتون بسیار شلوغ این روزا، برای برنامه ریزی که دارید چند تا کار در پیش دارید که باید انجام بدید. یک برنامه رقصه که برای دیدن دوستان میتونن بیان ببینن خودتون میرقصید، یک کلاس دارید و یه برنامه دیگه که اون هم دوست داشتم که در مورد این سه تا برنامه جدا برای ما صحبت بکنید ببینیم چی هست این برنامه ها. بله، دو تا برنامه تو لس آنجلس دارم، یکی دوم اکتبر تو السید تو در سانست بولوارد، یه تابلو فلامنکو خیلی معروفی که فکر میکنم که 20 سال تو لس آنجلس دارن شو میذارن. بله. بعدن روز یک شنبه 12 اکتبر تو فاونتن تیتر، هر یک شنبه برنامه فلامنکو میذارن، اسمش Forever Flamenco. منو دعوت کردم و خیلی هم خوشحالم که در لس آنجلس نمایش دارم. اون یکی از جاهای بسیار بسیار معروفه و کسانی که به رقص فلامینگو علاقمند هستن میدونن که آدمهایی رو اونجا یا رقصنده های اونجا میرن و روی صحنه میرن که از نظر جهانی و اینترنشنال ریناوند اینترنشنال آرتیست و برای جامعه ایرانی باعث افتخاری که یک دختر خانم ایرانی داره این برنامه رو اونجا اجرا میکنه روز یک شنبه 12 اکتبر. خب میدونم که یک کلاس هم گذاشتین. بله، روز 11 اکتبر یه مستر کلاس برای استودنتایی که با رقص فلامنکو آشنایی دارن گذاشتم تو در استودیو MKM استودیو در نورت هالیوود از ساعت 1 به ساعت 3 ظهر و خیلی هم خوشحال میشم اگر استودنت که اکسپریانس به فلامنکو دارن میتونن کلاس بگیرن، انتخاب کنن. بله، حالا من اطلاعات بیشترش رو بازم میدم به دوستان علاقمند، ولی دلم میخواست که لیلا خانم بروخیم گل به ما بگی چطور شد شما اصلا به رقص فلامنکو علاقمند شدی. بله، من فلامنکو در نیویورک شروع کردم. من تو کلمبیا یونیورسیتی فیلم درس خوندم، بعدن از کوچیکی خیلی رقص استادی کردم، جاز، تب و باله. بعدن در دانشگاه فلامنکو شروع کردم. وقتی گراجویت شدم گفتم میخوام یک سال به اسپانیا برم که فلامنکو درس بگیرم. یک سال شد، 14 سال. خیلی هم سخت بود برای اینکه اسپانیش نیستم، جیپسی هم نیستم، ولی یه راه خیلی هم قشنگ بود و حالا یه برنامه خیلی پرسونال هم درست کردم، اسمش دخندو ویاس تریسز، که داستان یه خانم سفاردی در طول وقت در طول زمان. بله. و فلامنکو با موزیک سفارادیک و موزیک ایرانی مخلوط شده. اینو که من یه بار دیدم در لس آنجلس و یکی از کارهای فوق‌العاده زیبای شماست لیلا خانم. بازم میخواید بیاریدش رو صحنه در لس آنجلس؟ بله، امیدوارم که با این برنامه فلامنکو که در فاونتن تیتر اجرا میکنم که کارمان یکم آشنا بشن تو کمیونیتی لس آنجلس و سعی میکنم که تا سال دیگه تو لس آنجلس این برنامه بزرگتر دخندو ویاس اجرا بکنیم انشالله. کار فوق‌العاده است، با یه گروه بزرگی باید اجرا بکنید و من به همه شما شنوندگانی که صدای ما رو میشنوید توصیه میکنم اگه این برنامه به لس آنجلس آمد حتما به دیدارش برید. یکی از کارهای زیبای فلامینگو و ترکیب فیوژن
فلامینگو و رقص و موزیک ایرانی و موزیک سفارادیک هست و لیلا در اون واقعا میدرخشه. خودش هم کوریوگرافرش بوده و کاری که اجرا کرده سفر یک بانوی شرقی رو به غرب با رقص فلامینگو نشون میده. کار فوق‌العاده است و لذت خواهید برد، ولی فعلا برای استفاده و از محضر و از حضور لیلا برخیم در شهر لس آنجلس سه فرصت دارید در سه روز مختلف، یا جمعه شب در تئاتر ال سید که در سانست بولوار هست میتونید به دیدارش بدید برای رقص فلامینگو تابلاو، درسته؟ بله درسته. و بعد روز شنبه اگه کسانی که دوست دارن که به مستر کلاس های فلامینگو برن، اگر سابقه یه رقص فلامینگو دارن و یا علاقمند هستن، روز شنبه 11 اکتبر میتونن به این کلاس برن که در اون مستر کلاستون در کجا بود؟ در MKM Studios در نورت هالیوود در 11401 چاندلر بولوار. همه این اطلاعات رو دوستان میتونن توی سایت شما پیدا کنن لیلا جان؟ بله، در leilabrukim.com یا رو فیسبوک لیلا بروکیم فلامنکو میتونن همه برنامه رو ببینن. همش رو لیلا رو هم با LEILAH می‌نویسن و سایت لیلا هست www.leilabrukim.com برای برنامه روز کلاس روز شنبهش و بعد هم برنامه روز یک شنبه که در فاونتن هست، در یکی از استیج های بسیار با اعتبار رقص فلامینگو و اسمش هم هست Back to Back Forever Flamingo. روز 12 اکتبر لیلا اونجا میرقصه و برای اطلاعات این برنامه هم میتونید به شماره تلفن 323-663-1525 مراجعه بکنید و یا اینکه به محل اجراش که 560 خیابان فانتن هست در شهر لس آنجلس. و هر سه این برنامه ها شما از یک کار هنری متفاوت، از یک بانوی هنرمند جوان ایرانی لذت خواهید برد و استفاده خواهید کرد. شما به ما اطلاع میدید که اگر که اون برنامه جدیدتون که دارید فکرشو میکنید در لس آنجلس اجرا بکنید، هر وقت آماده شد که به شنوندگانمون خبرشو بدیم لیلا خانم؟ حتما حتما، انشالله برای سال دیگه من به شما میگم اگر به لس آنجلس میرسیم. خیلی هم عالی. و دو مرتبه بعد از اینکه این برنامه تموم شد، به اجراتون در لس آنجلس تموم شد، به اسپانیا برمیگردید. شما اونجا میسید که به طور دائم و هفتگی برنامه دارید، درسته؟ بعد از برنامه در لس آنجلس برمیگردم نیویورک. تا برنامه تو نیویورک دارم با یه پیانیست فلامینکو اسمش پابلو روبن مالدونادو. برنامه تازه داریم اسمش امبروخا. که that means bewitched. و یه پریمیر داریم تو در نیویورک که بعداً تو مادرید توی فستیوال فلامینکو بزرگ، فستیوال فلامینکو تورلودونس، برنامه هم اونجا داریم با پابلو روبن. انشالله که موفق باشین. کار و رقص فلامینگو کار ساده ای نیست و مستر شدن در کار فلامینگو هم یک کار بزرگتری است که شما در سن به این جوانی با عشقی که بهش دارید، اگه عکس لیلا رو هم ببینید درست مثل یک رقصنده فلامینگو، چشم ابرو مشکی و همه حالتهای همون، با وجود که خودش گفت من جیپسی و اسپانیش نیستم ولی حالتهای اونها رو داره و درست مثل یک مستر رقص فلامینگو روی صحنه موقعی که میرقصه انسان رو مجذوب خودش میکنه. ممنونم از اینکه به من وقت دادی باهات صحبت بکنم و برات آرزوی موفقیت دارم لیلا جان. به امید دیدار. خیلی ممنون، خداحافظ. خدا نگهدارت. Եթե ավտովթարեք ունեցել, ապա նախքան ապահովագրական ընկերությանը տեղեկացնելը անհապաղ զանգահարեք Քամրան Յադիդիի գրասենյակ։ Այստեղ է, որ տարիներ շարունակ insurance company-ներից հաճախորդների օգտին 100 միլիոնից ավելի փոխհատուցում են պահանջել եւ ստացել։ Քամրան Յադիդիի նշանաբանն է միայն հաղթանակ։ Ինչորս Յադիդիի գրասենյակը քեյսերի 98%-ի հաղթանակ է արձանագրել։ Քամրան Յադիդին կպաշտպանի ձեր շահերն այնպես, ինչպես դա կաներ սեփական ընտանիքի պարագային։ Ակսիդենտներից ու մարմնական վնասվածքներից ոչ ոք երաշխավորված չէ, բայց փաստաբան Քամրան Յադիդին երաշխավորում է դրանց հետևանքով ձեր շահերի լիակատար պաշտպանությունը։
می هاپاگک یف زنگهارک 818-999-999-999 Կամրան Յադիդի պաստաբանական գրասենյակ Կամրան Յադիդի միայն հաղթանակ هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه. به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکند. کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استرلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود. مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. Close up. نگاهی نزدیک به سینمای جهان. Keep your friends close, but your enemies close. با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران. Close up. M&H تقدیم میکند شنبه 11 اکتبر شبنشینی با شکوه هم محلی های مناطق نارمک، زرکش و وحیدیه تهران با اجرای خواننده خوش صدا پویا. سقراط مارتینیان خواننده محبوب ارامنه و بلی دنسرز. شنبه 11 اکتبر در باشگاه آرارات گلندل شام کامل از رستوران کاسپیان و نوشیدنی های الکلی بدون محدودیت. ورودی $65. 818-288-41-48. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. کلام آخر. خب یاران، در این بخش از برنامه که به پایان برنامه صبحانه با هما سرشار داریم نزدیک میشیم، دوست داشتم که چند کتاب که طی ماهای گذشته به دست من رسیده و دوستان محبت کردن فرستادن در این بخش برای شما معرفی بکنم. کتاب‌هایی که بعضیشون رو خوندم، بعضیشون جزو لیست خوندن من هستن، ولی سپاسگزار نویسندگانش هستم که محبت کردن این کتاب‌ها رو به من دادن. نخست از این کتاب‌ها، از این جمله کتاب‌ها، کتاب عشق گم شده مجموعه داستان‌های محمد سعید حبشی است، دوست گرامی و روزنامه‌نگار ارزنده ایرانی که این مجموعه نوول‌ها و نوشته‌های اوست. قبلا هم از این نویسنده کتاب‌های بوسه روی شن‌های ساحل، برهنه در مرداب، سکانس آخر و عشق گم شده چاپ شده بود و امروز تازه ترین کتاب او عشق گم شده در دسترس هست که نوشته های فوق العاده جالبی داره، داستان های زیبا و قلم آقای محمد سعید حبشی که دوستانی که باشون آشنا هستن میدونن قلم بسیار شیرینی هست و یکی از کتاب های خواندنی. کتاب دیگر که خانم پریوش نوازش سیم و زر محبت کردن فرستادن به اسم خانم گل و گیاه، این کتاب هم از انتشارات شرکت کتاب هست و یک داستان که به قول نویسنده خانم نوازش میتواند واقعی باشد. از جمله کسانی که در مورد این کتاب اظهار نظر کردن خانم پری عواسلطی سردبیر مجله راه زندگی است که نوشتن پریوش سیموزر در کل داستان نویسی ذوق، استعداد و مهارت دارد. داستان‌های او همه تصویری از زندگی و دارای برداشت‌های واقعی است و اغلب از چاشنی فلسفی و حکمت‌آمیز برخوردار است. و ایشون که آنزاده شهر شعر و ادب شیراز هستند، دست به قلم هستند، مقالات بسیاری نوشتند در نشریات مختلف و همینطور کتاب چاپ کردند و استعداد ادبی فوق‌العاده زیادی دارند. کتاب‌های قبلی ایشون عمر و برف، پرستوهای سنگی، گفته‌هایی از دکتر هولاکویی و خانم گلگیا هست که داستانی بلند این آخری که
در پس سیمای زندگی قهرمان داستانش در جستجوی حقایق زندگی در ایران و امریکا برای نسلی است که تن به مهاجرت میده و در خلال اون زندگی رو با دیدی متفاوت تجربه میکنه. از آقای دکتر منوچهر مظلوم دوست، استادیار سابق دانشگاه شیراز و دانشیار دانشگاه کنتاکی و رئیس قسمت درمانی بیمارستان وترنز، کتابچه‌ای به دست من رسیده در مورد سیگار و تمام دستاوردهای زیان‌آور اون و اثراتش در روی انسان‌ها، اثرات سوء کشیدن سیگار از جمله روی بیماری قلب، سرطان، روی اطرافیان، روی جنین به طور کلی و در به وجود آوردن درد و مشکلات بسیار عدیده، هرچند به صورت یک کتابچه خیلی کوچکی است ولی فوق‌العاده اطلاعات مهمی داره و اگر که دوستان بخوان میتونن روی سایت یا سامانه www.smokingpain.com این رو هم مطالعه بکنند. از ایشون هم سپاسگزارم بر اینکه برای من این کتابچه رو فرستاده بودن. آقای دکتر محمود شیخ کتابی نوشتن تحت عنوان راهی به سوی روشنایی، کجا هستیم و به کجا می‌خواهیم برویم، که به لطف یکی از دوستان و شاگردانشون خانم مینو افشار که خودشون هم اهل ادب و هنر هستند این کتاب به دست من رسیده و میدونم که آقای دکتر محمود شیخ کلاس هایی دارند که شاگردان زیادی هر ماه دورشون جمع میشن و باشون بحث و گفتگو میکنند و ایشون در مورد ارزش های درونی نهفته انسان ها که تکیگاه هایی هستن که انسان رو در برابر مشکلات محفوظ نگه میدارند و یاوری هستن که انسان رو به سوی آینده روشن همراهی میکنند نوشتند و این کتاب برای اون کسانی که تصمیم گرفتن این ارزش های درونی خودشون رو پرورش بدن و به سوی بهروزی و بهزیستی گام بردارن نوشته شده. راهی به سوی روشنایی نوشته دکتر محمود شیخ و در دسترس شما هست، حتما در کتاب فروشی های مختلف و یا در از طریق سامانه www.michaelsheikh.com michaelsheikh.com این کتاب رو هم میتونید ابتیا بکنید و یا در دسترس خودتون قرار خواهد گرفت. از شاعر گرامی آقای حسین توکل که به واله هم شهرت دارن و در اشعارشون با نام واله نامشون رو میبینیم، هم شاعرند هم خطاط، خط نویس، خط فوق العاده زیبایی دارن و کتاب جدیدشون قله های بی عبور به دست من رسیده که روی جلدان شعری از خودشون هست: مرا کجا تو میبری؟ به وعده های دور و دور چگونه میتوان رسید؟ به قله های بی عبور، که به همین عنوان هم به همین دلیل هم نام کتاب قله های بی عبور هست. و از ایشون هم سپاسگزارم که این کتاب رو با مهر و محبت همیشگی خودشون برای بنده فرستادن، مجموعه اشعارشون که امیدوارم در فرصت هایی بتونم از اون استفاده بکنم. از آقای منصور پورمند، کارگردان و برنامه ساز تلویزیونی که در ایران و در خارج از ایران از ایشون تئاتر و برنامه‌های تلویزیونی زیادی دیدیم و مجموعه‌های مختلفی که ایشون غالباً با آقای پرویز کاردان و دکتر صدرالدین الهی همکاری داشتن، به توصیه آقای دکتر الهی که با ایشون در تماس هستند، اخیراً کتابی نوشتن به اسم الادینز سیکرت به انگلیسی که محبت کردم و برای من فرستادن و من با آقای پورمند هم تصمیم دارم که در یک فرصتی گفتگویی داشته باشم و در مورد این کتابشون که داستان بسیار جالبی است و در واقع یک نوع این هم راهنمایی زندگی است گفتگویی بکنم و از خودشون هم بپرسیم که ببینیم چه میکنن، چون مدت هاست ازشون بیخبریم. سپاسگزار و محبتشون هستم برای این کتاب. کتاب دیگری هم، آخرین کتاب، مجموعه شعرهای خانم فلوریا شبابی است، تلخی تنهایی است که اون هم به دست من رسیده و دوست عزیز من و شاعر گرامی که هم اهل قلم هستند هم هنرمند فوق‌العاده آشنا برای به همه کسانی که اهل خواندن شعر و ادبیات هستند، نامش آشنا، فلوریا شبابی است. این کتاب اخیرشون به اسم تلخی تنهایی دلنوشته ها
به دست من رسیده مجموعه اشعار که هم ازشون سپاسگزارم و میدونم که دکتر ماندانا زندیان در صدر این هست که در یک از برنامه‌های خود از این کتاب اشعاری رو بخونه و اون رو معرفی کنه. این رو به دست کف با کفایت دکتر ماندانا زندیان می‌سپاریم که در مورد این کتاب باز هم بیشتر با شما صحبت بکنه. در فرصت کوتاه باقی مانده یادآوری می‌کنم که امروز خانه فرهنگ و هنر ایران برنامه نمایش فیلم مستند عباس کیارستمی ریپورت یا عباس کیارستمی گزارش، نویسنده کارگردان و تهیه کننده دکتر بهمن مقصودلو رو ساعت 7 بعد از ظهر در محل خانه فرهنگ و هنر ایران 20215 ستیکوی در شهر کانگا پارک، همون محلی که آقای مرتضی برجسته هنرمند گرامی ما بر بنیان گذاشتند، این جلسه برگزار خواهد شد و همراه پس از نمایش فیلم مستند بخش سوال و جواب هم با کارگردان خواهند داشت پرسش و پاسخ. دوست دیگر ما هنرمند گرامی و کمدین عزیز ماست جبرانی روز 7 اکتبر در لف فکتوری یک برنامه ویژه می‌سازند با دوستان دیگر کمدینشون برای پاکی، مرکز پرشن امریکن کانسر اینستیتوت که برای کمک بهونه همزمان با اجرای این برنامه کسانی که می‌خواهند بون مرو و یا مغز استخوانشون رو مورد آزمایش قرار بدن که مچ اگه میشه براشون پیدا بکنن برای بیماران سرطانی، بید مچ اونجا هم انجام خواهد شد. این برنامه در لف فکتوری در 8001 سانست غربی برگزار میشه روز 7 اکتبر و برای تهیه بلیط هم میتونید به سامانه www.laffactory.com مراجعه بکنید و به کمک پاکی و یارانی که در این نهاد غیر انتفاعی به کمک بیماران سرطانی میشه تابن شما هم به اونها کمکی بکنید. ماز جبرانی در این زمینه همیشه همراهه و همیشه پیش قدمه و کارهای فوق العاده ارزشمندی در این زمینه میکنه. دستش درد نکنه او و یارانش که یه شب خاطر انگیز پر از طنز و شوخی کمدی رو شما سپری خواهید کرد، در این حال به یه کار خیر هم میرسید. خب دیگه فکر کنم به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از شما شنوندگان وفادار برنامه که همیشه با کلام گرم و پرمهرتون ما رو در راهی که دارید تشویق میکنید. از سیامک ثابت‌ایمانی و فرشاد بلندیان کارگردانان فنی برنامه تشکر میکنم. مهمانان برنامه‌مون خانم روژان، عطرت الهی، فریبرز داوودیان، دکتر صدرالدین الهی و لیلا بروخیم بودن. از همه اونها سپاسگزارم. این برنامه آخرین برنامه یک سال برنامه صبحانه با هما سرشار بود. 52 برنامه. هفته آینده آغاز دومین سال این برنامه است که امیدواریم یک برنامه ویژه به شما تقدیم بکنیم. تا اینجای برنامه امیدوارم تو این یک سال از ما راضی بوده باشین و همواره هم به برنامه ما گوش بدین و ما رو همراهی بکنید. سپاسگزار مهر همه شما هستم و تا هفته دیگر و برنامه دیگر به همه شما خداحافظی میکنم. براتون روزهای خوب و شبهای پرستاره آرزو دارم. دیگه کم کم مطمئنم بهترین عاشق دنیایی، آخ الهی من بمیرم واسه اون چشمای رویایی. من یه دیوونه یه حساسم که واسه تو پر احساسم، تو نمیدونی چقدر خوبی، تو رو بهتر از تو میشناسم. واسه تو میمیرم و از تو جون میگیرم، یه قدم بیشتر از این بدون تو نمیرم. واسه تو میمیرم و از تو جون میگیرم، یه قدم بیشتر از این بدون تو نمیرم. دل من واسه نگاهت بیقراره، غیر از عاشقت شدن راهی نداره. منو دیگه دست سر نکن عزیزم، یه نگاه کن تو چشامو بگو آره، بگو آره تا دوباره یه ستاره. تو
توی آسمون دنیا مال من شه، دل من بدون تو حالش خرابه، چی میشه دلت شریک حال من شه؟ واسه تو میمیرم و از تو جون میگیرم، یه قدم بیشتر از این بدون تو نمیرم، واسه تو میمیرم و از تو جون میگیرم، یه قدم بیشتر از این بدون تو نمیرم. مطمئنم بهترین عاشق دنیایی، آخ الهی من بمیرم واسه اون چشمای رویایی. من یه دیوونه یه حساسم که واسه تو پر احساسم، تو نمیدونی چقدر خوبی، تو رو بهتر از تو میشناسم. واسه تو میمیرم و از تو جون میگیرم، یه قدم بیشتر از این بدون تو نمیرم، واسه تو میمیرم و از تو جون میگیرم، یه قدم بیشتر از این بدون تو نمیرم. آیا می خواهید از شرایط تحصیل در دانشگاه های آمریکا مطلع شوید؟ آیا مایلید شانس پذیرفته شدن در دانشگاه مورد نظرتان را بالا ببرید؟ شاید هم به اطلاعات وام ها، بورس های دانشگاهی و آخرین تغییرات تست هایی نظیر امکت نیاز دارید. دکتر پروین شهلاپور با برنامه گام به گام با دانشپژوهان جوان از روز شنبه 11 اکتبر از ساعت 10 تا 11 صبح پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. همین چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر خانم اشرف حبیبی با شما در مورد انجام امور مربوط به کنسولگری ایران، دریافت گرین کارت و اجازه اقامت آمریکا و تهیه ویزای توریستی برای ورود به آمریکا صحبت خواهند کرد. 949-552-1122. کلینیک های تصادفات دکتر شهریار راد، کایروپراکتر. جهان پر آرامش ما می تواند در یک لحظه ناآرام شود. در چنین لحظاتی کلینیک های تصادفات در خدمت شما و وکیل مورد نظر شماست. موفقیت ما بهبودی شماست. 1-800-319-99-92. هر دردی را درمانی باید و هر ناآرامی را آرامش. کلینیک های تصادفات دکتر شهریار راد، کایروپراکتور. با همکاری پزشکان متخصص، ارتوپد، نورولوژی، پین منیجمنت، رادیولوژی، MRI، کت سکن. موفقیت ما در بهبودی شماست. 1-800-319-99-92. هر دردی را درمانی باید و هر ناآرامی را آرامش. 7 نکته قانونی هفته تقدیمی پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. پس از وقوع تصادف، امنیت و ایمنی شما بیش از هر چیز دیگر حائز اهمیته. بنابراین قبل از خروج از اتومبیل اطمینان حاصل کنید که اتومبیلی در جهت شما حرکت نمی‌کنه و چنانچه اتومبیل شما قابل حرکت دادن بود، آن را به مکانی دور از حرکت اتومبیل‌ها چون شانه جاده سریع انتقال بدید. تصادف امریز اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. 818-777-777-777. با آشنایی به قوانین حق قانونی خود را بدانید. Know your legal rights. از این سوی زمین تا آن سوی زمان، گذری بر گستره جهان با دریچه. برنامه‌ای از بنفشه سوده، هر شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر. KIRN 670 AM.
Welcome back to the dog show. Up next, we have Satchmo. Satchmo is a member of the Shelter Pet Group. That's right, a group known especially for their couch-snuggling, ball-chasing, face-licking, tail-wagging, backyard-hanging, and, of course, companionship. And what breed would you say Satchmo is? I'd have to go with maybe a lavish terrier-hound-chihuahua-looking kind of mix. Tremendous dog. I'd also like to point out Satchmo's coloring, a white, gray, brown, black brindle. Simply marvelous. You know, it's such a treat to watch a dog like this. Now, let's see him in action. Look how he makes eye contact with his person. That's actually known as the treat stare. How intuitive.